در اعتراض به جنایات حکومت، کشتار مردم معترض و زندانی کردن هزاران نفر از جوانان آزادیخواه، بیانیه‌های متعددی توسط فعالین و تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان، کانون نویسندگان، زندانیان سیاسی و تعدادی از هنرمندان منتشر شده است که فشرده‌ای از آنها را می‌شنوید. 450 نفر از معلمان شاغل و بازنشسته از سراسر کشور در بیانیه‌ای اعمال هر نوع خشونت و به ویژه کشتار معترضین بی‌دفاع را محکوم کرده و خواهان معرفی و مجازات مسئولین مستقیم این اتفاقات تلخ و پرداخت حقوق قانونی افراد و خانواده‌هایی که در این جریان متحمل هر نوع هزینه و آسیب شده اند و همچنین آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان حوادث اخیر بدون پرونده سازی و اجرای پروژه اعترافگیری و تواب سازی شده اند و به حکام ستمگر اعلام کرده اند که سرنوشتی بهتر از پیشینیان سرکوبگر در انتظارتان نخواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته است با ورود به اعتصابات گسترده در کنار تسخیر خیابانها میتوان توازن اجتماعی کنونی را دگرگون ساخت. کارگران و تمامی مزدبگیران و کل اقشار تحت ستم جامعه به درست طریق خیش را یافته اند و در پس این سرکوب ها و در نزدیکترین فرصت ممکن باز به پیگیری خواست و مطالبات خیش به شکلی توده‌ای تر و قدرتمندتر دست خواهند زد. قانون صنفی معلمان با خانواده‌های جانباختگان اعلام همبستگی کرده و گفته است به شهادت تاریخ هیچ رژیم سیاسی تاکنون با اعمال خشونت پابرجا نمانده و هیچ جامعه‌ای در شرایط وجود شکاف‌های عمیق طبقاتی و سرکوب‌های شدید به توسعه و پیشرفت دست نیافته است. قانون نویسندگان ایران مقابله خشونتبار با آزادی بیان مردم را محکوم کرده و خواهان رهایی همه بازداشت شدگان اعتراضات شده است. کانون نویسندگان میگوید حاکمان به جای تحقیر، تهدید و سرکوب معترضانی که جز فریاد سلاحی ندارند، به حق آزادی بیان آنها تمکین کنند. نیروهای امنیتی و انتظامی را با آلات و ادوات سرکوبگریشان از خیابان جمع کنند و به مردم فرصت اعتراض و بیان خواسته هایشان را بدهند. شورای بازنشستگان ایران اعلام کرده است که زبانها رساتر، فریادها بلندتر و همبستگی اجتماعی بی سابقه ای شکل گرفته است. جامعه دارد به مرز تعیین تکلیف نزدیک می شود. گروه اتحاد بازنشستگان خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و پاسخگویی و مجازات آمرین و مجریان سرکوب فاجعه بار اعتراضات حق طلبانه مردمی شده است. 14 نفر از فعالین سرشناس کارگری خشونت اوریان نیروهای مسلح و شلیک مستقیم گلوله به مردم را شدیداً محکوم کرده و بر ضرورت اتحاد کارگران و ایجاد تشکل‌ها و شوراهای سراسری در همه کارخانجات و محلات تأکید کردند. آنها خواهان شناسایی و مجازات آمرین و عاملین کشتار مردم و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی از جمله دستگیر شدگان اخیر شدند. 37 هنرمند در بیانیه‌ای نوشتند با مردم چه می کنید؟ کدام روزنه را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید؟ بدانید که فریاد فروخفته در گلوی مردم در تاریخ ماندگار خواهد شد. سندیکای نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای با عنوان سرکوب شورش گرسنگان برای داشتن نان، کار، آزادی محکوم است، اعتراض خود را به سرکوبگری‌های حکومت اعلام کرده است. جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین نوشتند که قلب زندانیان سیاسی به عشق مردم عدالت‌خواه می‌تپد. قطعاً حکومت دیکتاتور روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند و مجازات سختی در انتظارشان است. با قدرت و توان و انگیزه بیشتر به مبارزه ادامه می دهیم تا رژیم جور و جهل سرنگون شود.
کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای گفته است تا کنون که حاکمان کوچکترین حقی برای زندگی مردم قائل نیستند و هر اعتراض به حقی را با شدیدترین وجه پاسخ می‌دهند، راهی جز اعتراضات و اعتصابات سراسری برای مردم باقی نمی‌گذارند و آنان که چیزی برای از دست دادن ندارند با خشمی مهارناپذیر بار دیگر به میدان خواهند آمد. سندیکای شرکت واحد سرکوب و کشتار خونین معترضین را محکوم کرده و تمامی تشکل‌های کارگری مستقل و فعالین کارگری و اجتماعی در داخل کشور و تشکیلات‌های کارگری و سندیکایی در سراسر جهان را به محکوم کردن قاطعانه سرکوبگری‌های حکومت و حمایت از مبارزات کارگران و مردم ایران فراخوان داده است. حزب کمونیست کارگری این اقدامات را ارج می‌نهد و سایر تشکل‌ها، هنرمندان، سینماگران، ورزشکاران و فعالین جنبش‌های اجتماعی را به انتشار بیانیه‌های اعتراضی فرا می‌خواند. دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی باید فوراً آزاد شوند. آمران و عاملان جنایات هولناکی که حکومت اسلامی در سراسر کشور انجام داده است و در رأس آنها خامنه ای و روحانی که نقش مستقیمی در این جنایات داشتند دستگیر و به محاکمه کشیده خواهند شد. آن روز دیر نیست. حزب کمونیست کارگری ایران 13 آذر 98 برابر با 4 دسامبر 2019.